نتیجه بررسی پزشکی قانونی از پرونده مرگ 10 نفر که در طی یک دوره 16 ساله به دلیل نوشیدن آب زیاد جانشان را از دست داده بودند به تازگی اعلام شد. اغلب این افراد سرباز یا دونده ماراتون بودند و دلیل مرگ آنها مسمومیت با آب اعلام شد. انستیتو ملی بهداشت میگوید نوشیدن سریع بیش از 2.5 گالن یا تقریبا 10 لیتر آب میتواند موجب مرگ افرادی شود که از نظر جسمی سالم هستند. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو با ماست. شیده، در مورد در واقع مسمومیت با آب و نشانه هاش برای ما بگو و دلیل مرگ این افراد چی بوده؟ مسمومیت با آب یعنی اختلال و نهایتاً توقف فعالیت سلول‌های مغز و مراکز مختلف مغزی به دلیل نوشیدن آب زیاد و در واقع اجبار کردن خود به نوشیدن آب. و اگر بخوام دقیق توضیح بدم، این افراد خودشون رو مجبور کرده بودن که بیش از 5 لیتر آب رو در کمتر از 5 ساعت بنوشن. به هر صورت آب اضافی، این که گفتی چطور این اتفاق میفته، آب اضافی وارد جریان خون میشه، پلاسمای خون رقیق میشه، در واقع غلظت الکترولیت های خون که بسیار مهمن در تنظیم پهاش خون تغییر میکنه. اینجا مسئله سدیم غلظتش میاد پایین به طور نسبی و نتیجه این قضیه اینه که سلول های مغز ورم میکنه، چون آب از جریان خون وارد سلول میشه و مهمترین سلول های مغزه. وقتی وارد سلول های مغز میشه و سلول ها ورم میکنن، فشار داخل جمجمه بالا میره و به دنبال اون فرد البته از سردرد، تهوع، استفراغ علائمش شروع میشه، بعد ممکنه کاهش هوشیاری و دوبینی پیدا کنه و نهایتاً کما و تشنج و مرگ. یعنی آسیب مغزی غیر قابل برگشتن معمولا. بعد چه میزان آب روزانه کافیه و چطور میشه پیشگیری کرد از این قضیه؟ میزان کافی آب بستگی به وزن و حجم بدن و دمای هوا داره و فعالیت آدم، ولی بهترین مکانیزمش تشنگی. زمانی که تشنه هستین آب نیاز دارین و میخورین، ولی در کسانی که حامله هستن، فقط کسانی حامله، مسن و ورزشکار، اینها نیاز به بیشتر آب بیشتر از تشنگی دارن که اونو پزشک یا متخصص بهداشتی بهشون توضیح میده. اما برای اینکه یه راهنما فقط تو دست آدم باشه، اینه که کلیه به طور معمول میتونه هر ساعت بین 0.8 تا 1 لیتر آب رو دفع کنه. پس نتیجتاً در هر ساعت باید متوجه باشیم بین 4-5 تا لیوان آب بیشتر نخورده باشیم. و اگر که این کار رو انجام بدیم، پیشگیری کردیم. و طبیعتاً اگر فراتر از 5 لیوان آب داریم میخوریم، باید متوجه باشیم که خطری ممکنه تهدید کنه. این نوشیدن آب بیش از حد به جز سربازان و ورزشکاران چه گروه های دیگه ای رو ممکنه درگیر بکنه؟ زندانیان در معرض این خطرن و بیماران روانی. 27 بیمار اسکیزوفرنی تا به حال در اثر مسمومیت با آب جانشون رو از دست دادن. باید مراقب بود. بسیار متشکرم. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو.